مثل یه لکه ننجور دامنشون بمونه تا قیام به
خیلی اومد. مونه بگو که دلم به چه چیای خوشه. لکه نند رو دامنشون. اینا که دیگه اقل لکه نند رو دامنشونه که دیگه دامنشون شده گلبته ای. این خیالشونم نی. چچشونم نمیکست. خودت رفتی و بالا بالا ها نشستی و فقط تماشا میکنی. خب وقتی خودت اینجوری خدایی بکنی نوا و نتیجت رو زمینم همینطوری حکومت می حکومت که چه ارز کنم خدایی میکنه. لکن آب را مجامی میکنی، برق را مجامی میکنی، ارواممش تا خر مراد سوار نشدنه همه حرفی میزنم. اما امان از زمانی که خر مراد سوار شم و وقتی که پیرکفتارم باید دو دستی خشه کشیده چسبه که اینا ها اولش میگه جنس مجانی به بعد نفت مجانی آب مجانی برق مجانی. برای اینکه جنازه تیکه تیکه شده این بچه تم بدم بهت از پول میگیرم. به قول خودشون پول تیر. برای اینکه جگر رو شما منو سراخ سراخ کردن و انداختن جلومون نازش هستم میگیرم. ای که اگر دستون بهت میرسی میدونستم چی کارت کنم. نه بگو، بگو ببین ایه جو غیرت داری بگو. این وسط کی میسوزه ها؟ غیر از یه مش آدم بدبختی مثل ما و امثال ما. بگو دیگه او دختره بی که سینه دیوار نهادن و سینهش گلوله بارون کردن. دختر معصوم ها یکی دخترم هم. از بس مرگ و میر جلو چشمش دید دیوونه شد. فک و فامیلش که زیر بمبای صدام مرده یا زیر گلوله های این نامردا. بدبختی و بیپولی آوارگی همش با ترس و لب زندگی کردن. این دختر معصومم هم دیوونه کرد. هر کی باشه دیوونه میشه. چی؟ فکر کردی مثل اون تخم ترکه ناخلفتی که وقتی میخواست بیاد مردم براش خودشونو کشتن تیکه تیکه کردن و دو آقا خودشو چیزش نهاد توی هواپیما و اومد. بعدم که ازش میپرسن چه احساسی داری؟ میگه هیچ همین. چه احساسی باید داشته باشه؟ برای چی احساس داشته باشه؟ خون داده، مالش داده، شب تا صبح از فکر این که بچه هاش دو تظاهرات نفله بشن جونش لرزیده، ترا بدنش لرزیده. نه خودش و خودش دو دستشم به چیزش و گور پدر مردم کردم. بعد میگن چرا حرف میزنی؟ همین حرفان زدی که الان جات اینجاست. خب بگم مهم نی ای حرف نزنم خود دق میکنم. تو خودت هم بیایی بشینی پای حرفان که زار زار برام گریه میکنی. با خدای دخترام هر چی میگفت درست میکنی. از اولش با همه فرق داشت. همش حق و ناحق میکرد. ما فکر میکردم آخرش وکیل میشه. شاید هم میشد. اگر این نامردا تیکه تیکش نکرده بودم
سر هرچی میگفت. نه اینطور درست نیست، این حق نیست. بهش میگفتم نه این حرفا کدوم حق کدومه، هرکی به فکر خودشه، تو هم به فکر خودت باش. کوچیکتر که بود چارش میکردم، اما بزرگتر که شده بود حرفایی میزد که میگم اما نمیتونستم جوابش بدم، میدیدم خراس میگه. بعد این همه بدبختی و جنگ و مصیبت که سرمون اومده بود، میدیدم خدایی راست میگه. ما خودمم دل اومده از این مردی که خمینی که این همه بلا سرمون آورده بود، خون بود. چش دیدنش نداشتم، اما میترسیم، برای دخترم میترسیم. بهش میگفتم ننه دست ای کارا بردار، این همه اعلامیه که میخوایی پخش بکنی بره چی؟ و به اندازه این کافی بدبختی کشیدم، داغ دیدم، یه گفت نه. ما باید به فکر هم باشیم، به فکر خودمون باشیم. فکر میکنی اگه ما به فکر خودمون نباشیم کسی به فکر ما هست؟ یه چیایی هم از این آزادی و نمیدونمی حرفا میزن، مثل وکیلا همینطور رقات میبافت. بلش میکردی یا میتونست ای خدا نه او بالا بیاره پایین و بگه به این دلیل و به او دلیل تو برو پیم تیگه بازید، ما خودمون بلدیم دنیا رو درست کنیم. تو خاکا جنگ زده ها بودی، با مصیبت ها روزی نبود که اینا بدبختی سر ما در نیارن. اصلا چون آبادانی بودیم ما، همه ما کمونیست بودیم. کمونیست اون که میگه خدا نیست. ما نمیدونم پاسدار کلخه این اخشته کی کشیده بودن بیرون، مثل جارد چهار چشمی ما نمیپایده. اما چی کار داری؟ صبح به صبح خوابگاه جنگ زده ها پر اعلامی بود، با این همه اهن و طلوپشون نمیتونستن هیچ گوهی بخورن، دهنشون سرویس بود. ما میدونستم کار دخترانه، اما خدا رو شکر اون موقع نفهمیدن کار کی. بالای در شهرداری یه عکسی به چه بزرگی این مردی که زده بودن، شب به شب یا رنگ سرخ بود که رو صورت نزدیک می پاشیدن، یا بلا نسبت شما گاه بود که رو صورتش پن می کردن. اما خب اونا هم یه چی شیشه‌ای روش کشیده بودن که زور بود اونم پاکش کن. ای که الهی با اسبانیش تا اون میگرفت که این پاشته میرسید به بیرون. من دخترم میگفتم یکی خاک تو سرمو بکنن. چطور سینه دخترم گلوله بارون کردن؟ الهی مادرت بمیره، چطور تونستم؟ چطور میتونم انو زنده باشم؟ سینه دخترم چنان سوراخ سوراخ کرده بودن که کسی نتونست بشورش، خون را افتاده بود. مرد شورم هم گریهش گرفت، سیر لب میکن خود من ازشون بگذره. من این دختر چه کرده بود؟ چیکار کرده بود؟ بعد اینکه دخترم به خاک سپردیم رفتم ببینم برای چی بلا به سر بچم بردیم. بماند که چه ها کشیدم تا به اتاقشون رسیدم.
دخترم آوردم روش خوند. ما از دخترت سوال کردیم خدا رو قبول داری؟ گفته نه. گفتیم به آغوش اسلام برمیگردی و مسلمون میشی؟ گفت نه. گفتم ها خواب گفته که گفته. میبرای یک کلمه هر کسی آدم میکشه؟ اگه طوری باشه خود دیگه هیچ کس باقی نمیمونه. گفت نه دیگه. کسی که خدا رو قبول نداشته باشه او به آغوش اسلام بر نگرد و مسلمون نشه موجود کثیفی. ما هم یه موجود کثیف رو زمین برداشتیم. تو باید خیلی ممنون باشی از ما. دخترم میگفت جلو چشمو خون گرفته بود. جلو میخواست خرخرش بچور با هم. دست خودم نبود. کثیف خشککت آخوند کثافت. کثیف چون یا امامت. کثیف اونیه که تو نپسنداد. کثیف شماهایی که بچه های مردم رو میکشین. کثیف دهنتی که بوی فاضلاب میده. از چی میگفتم این دلم بیشتر میشه. یهو یه چی محکمی خورد بسه کردم نقش زمین شد. اما این زبون رو پلو کار میکرد. وقتی چشم رو باز کردم دیدم اینجا کلم هم خوبی مهمی عوضش دق دلم رو خالی کردم. نه دقیق دلم با ایچی ها خالی نمیشه. اما یه خورده ای دلم خونند شد. خب باورم نمیشد برای همین تو کلمه هر دخترم کشته. خدا میدونه در این زندان در این بازداشتگاه ها چه نیچه تا من که اسمو صدا رو برو بچه رو ببینم. و یه میگفتم ملاقاتی یه هفته نیست. شخصانت هفته پیشم که همی گر خوردی. اما من میتونستم بگم ای میگفتیم تلافیش سر بچه همون بر میگوردم. میگفت یه سال براش بریدنه یه سال. دلم خوش بود که 9 ماهش گذشته بود. ما فکر میکردم به این زودی آزاد میشه و میاد خونه. من خرب گود که چه خیالایی پیش خدا میکردم. انگار این کثافت ها رو همون نشناخته بودم. بعد این مدت یه ساکه انداختن جلوم. گفتم بگیر برو دیگه هم پیدا بشی. بی شرفا بگی ببینم لباسای بچم چرا خاکی بود؟ چه بلایی سرش مرده دوشه ها؟ تو خاک کشیدی نشی؟ تو خاک دست پا زده بود؟ یکم به دخترهای باکر شب عیدان ای که زبانم لال یعنی بهش. نمیدونم خدا چه کنم. یعنی ممکن هلو نمیدونم. همین ندونستن خودش یه دردیه که درمونی نداره. این که با بچت که تو این مدتی که تو دستشون اسیر بوده چه ها کردن بیشتر میسوزی میسوزم.
چقدر دختر زدم، چه بلایی که سرش نیاوردن. اما او به ما هیچ نمیگفت، یعنی هیچ کدومشون هیچی نمیگفتن برای اینکه ما ناراحت نکنن. چهارم بود، انگار خواب بود. ما خدا میدونه شب قبل چه پرپرایی زده. حالا ایما بودم که داشتم پرپر میزدم. وقتی دادنش بمون برد خودم زدم، اقعاً جیغ کشیدم و حیفش میدادم. یکی از سکتولاش رو اومد گفت اگر فروش بدی جسد بهتون نمیدیم. بعدم یک کاغذ گذاشت تو دستم، گفت اینجا توی خاکستون خاکش بکن. مراسمم بی مراسم، فقط خودت و بچه‌هات، دیگه هیچ کس. دخترم تو پلاستیک پیچیده بودم، از بس خون ریزی داشت. خب نو گلوله زده بودن عزیز زانوش تا تو قلبه. مثل بختک رسیند تو هوا بل شدی،
بین زمین و آسمون گیر کردی. برزخ چیه؟ نمرده تو جهنمی، میسوزی. روزات شب نمیشه. وقتی که شب شد قیومت دیگه صبح نمیشه. ما میخوام بدون یه محکمه نی که به داد ما برسه، یکی نی جوابگو باشه، یکی نی یقینانه بگیره،